با یاد خدا، با سلام به شما بینندگان ارجمند و گرامی، با سلام و درود فراوان به رزمندگان دلیر و ایثارگر جبهه‌های جنگ، ششمین برنامه آن روی سکه در مبحث فیلم خام و طرز تهیه امولسیون رو آغاز می‌کنیم. مبحث فیلم خام رو میخوام از آخرین پدیده‌ای شروع کنم که از اوائل مهر ماه سال 1362 توسط آلمان ها به جهان سینما، عکاسی، هنر گرافیک و مطبوعات ارائه شد. در این روش با استفاده از یک محلول ظهور و ظهور عکس در شرایطی با نور موجود میتونیم عکس رنگی رو به دست بیاریم. روشی که قبلا سیباکروم نامیده میشد و الان دوربین، خواهش میکنم که فرو رفتن این فیلم رو در داخل محلول نشون بده. ظرف مدت تقریبی حدود 2 دقیقه تصویر رنگی در داخل این محلول در برابر چشمان ما با نور موجود ظاهر میشه و زمان ظهور چندان اهمیتی نداره. در عکاسی متعارف اگر زمان ظهور از 2 دقیقه به 2 دقیقه و 10 ثانیه یا 2 دقیقه و مثلا 15 ثانیه یا 2.5 دقیقه اشتباهاً انجام بگیره، رنگ تصویر بسیار خراب خواهد شد. اما در اینجا بین 2 تا 3 حتی 4 دقیقه میتونه تصویر ما در داخل محلول ظهور بمونه و 15 ثانیه اول رو نباید فراموش میکردم که دارو باید همواره در گردش باشه. البته تصویر رنگی که همین الان ملاحظه میکنید بعداً در قسمت شستشو با آب کامل خواهد شد و وقتی که این فیلم رو ظاهر کردیم، بعد از اینکه فیلم رو خشک می‌کنیم، تصاویر ما به مراتب رنگی درخشان‌تر و طبیعی‌تر خواهند داشت. درجه حرارت محلول ظهور می‌تونه بین 19 درجه سانتیگراد تا 25 درجه سانتیگراد تغییر کنه بدون اینکه چندان روی رنگ این فیلم تأثیر بگذاره. عرض کردم که فعلا فقط آلمان ها این محصول رو از حدود 3 ماه پیش به بازار عرضه کردند و یک اختراع یا یک پدیده خاصی در نوع خودش محسوب میشه که در کار تکنیک فیلم خام و ثبت و ضبط تصاویر رنگی یک تحول. شاید شما تعجب کنید که اگر این فیلم در برابر تابش نور سفید حساسیت نداره، پس شاید میبایستی در برابر یکی از پرتوهای دیگه امواج الکترومغناطیسی حساسیت داشته باشه. وقتی اولین بار یک عکاس خبره حتی این شرایط رو میبینه، پیش خودش تعجب میکنه، ولی بعد معما رو ما در همین برنامه پاسخ خواهیم داد. ملاحظه میکنید که تصاویر ظاهر شدن و زمان ظهور عرض کردم بین 2 تا 3 دقیقه میتونه باشه، درجه حرارت بین 19 تا 25 درجه سانتیگراد. و نکته دیگه‌ای که باید همین الان خدمتتون عرض کنم اینه که وقتی که ما می‌خوایم این تصویر رو چاپ بکنیم با آگراندیسمان معمولی، دیافراگم 8، لامپ آگراندیسمان با قدرت تقریبی 100 وات، زمانی در حدود
7 ثانیه نور خوردن لازمه. این مرحله رو تموم کردیم. مرحله بعدی مرحله شستشو با آبه. که البته میدونید این کار به صورت آموزشی در یک برنامه تلویزیونی ممکنه دقیقا نتیجه مطلوب رو به ما نده. اما اگه به تنهایی اینو خودمون تحت کنترل داشته باشیم در شرایطی که ملزم به آموزش دادن حین کار نیستیم، میتونیم تصاویر بهتر و کاملتری رو به دست بیاریم. زمان شستشو با آب یعنی همین مرحله‌ای که الان در اون هستیم نباید از 10 دقیقه تجاوز کنه. زمان شستشو با آب بهترین زمانی که از طرف کارخونه سازنده توصیه میشه بین 5 تا 10 دقیقه است و سازندگان این محصول توصیه میکنند که اگر از 10 دقیقه بیشتر این فیلم در داخل آب شسته بشه احتمالاً رنگ ها اون درجه خلوص کامل خودشون رو بعداً نخواهند داشت. در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم که برای ظهور این فیلم فقط از یک محلول استفاده میشه. فقط یک محلول ظهور داریم و محلول بعدی آبه که از آب آشامیدنی هم میتونیم استفاده کنیم. فکر میکنم برای اینکه وقت برنامه بیشتر از این تلف نشه من اینو از محفظه خودش خارج کنم تا بتونم مکانیزم و طرز کار این فیلم رو خدمتتون ارائه بدم. پاسخ سوالی که در ابتدا برای ما ایجاد میشه اینجا نهفته است. این قاب یا چهارچوب ضد نور باعث میشه که نور از اینجا در لبه های چارچوب به داخل فیلم نفوذ نکنه. اما طرف حساس فیلم اینجاست و ما این قسمت رو در زیر آگراندیسمان قرار میدیم و نور رو به اون میدیم و عکس رو این قسمت چاپ میکنیم. بعد در تاریک خونه سمت حساس رو به طرف جداره سیاه این چهارچوب قرار میدیم، بعد چهارچوب رو به این شکل میبندیم و وقتی بستیم دیگه نور به داخل این نفوذ نمیکنه و ما میتونیم این چهارچوب رو بیرون بیاریم و در داخل نور موجود این رو در داخل محلول ظهور قرار بدیم و تصویرمون رو پس از 2 دقیقه تقریبا ظاهر کنیم. نکته ای که در مورد ظهور این فیلم که عرض کردم اول بحث شبیه به سیباکروم عمل میکنه، منتها سیباکروم با استفاده از 3 محلول به ما تصویر رنگی رو میده از یک اسلاید رنگی، ولی این فیلم یا این امولسیون خام با استفاده از 1 محلول میتونه از یک تصویر دیاپوزیتیو یا از یک تصویر اسلاید در داخل آگراندیسمان یعنی دستگاه بزرگ کننده یا در داخل ماشین های چاپ به ما فیلمی رو بده که در داخل 1 محلول میتونیم اونو ظاهر کنیم و بعد بلافاصله برای شستشو و خونسا کردن اثر محلول اون رو به داخل آب فرو ببریم. نکته آخری که در مورد این تکنیک باید حضورتون عرض کنم اینه که اگر بخوایم کنتراست تصویر یعنی شدت اختلاف رنگ ها یعنی غلظت رنگ ها افزایش پیدا بکنه، می بایستی که داروی ظهورمون رو یعنی تنها دارویی که در اینجا مصرف می کنیم و به در حدود 10 تا حداکثر 15% با آب رقیق بکنیم. پس ما وقتی داروی ظهور رو با آب در حدود 10 تا 15% رقیق می کنیم تصویر ما کنتراست زیادی خواهد داشت و رنگ ها غلظت پیدا می کنند.
157 سال پیش، یعنی به سال 1826، جوزف نیسفور نیپس، اولین بنیانگذار ثبت و بازسازی تصاویر، اولین عکس در جهان را گرفت که به دلیل ناچیز بودن حساسیت فیلم یا امولسیون خام، گرفتن این عکس 8 ساعت طول کشید. چون حساسیت فیلم خام در اون زمان به حدی پایین بود که عکاس مجبور بود 8 ساعت شاتر دوربین رو باز نگه داره، به طوری که در دو سمت این تصویر دو عمارت می‌بینیم که سایه روشن‌ها با هم در تضاد هستند، زیرا زاویه تابش خورشید در عرض 8 ساعت طبیعتاً تغییر کرده. در حقیقت قبل از نیسفور فرانسوی، اولین تلاش در این راه از سال 1727 توسط یک فیزیکدان آلمانی به نام شولتز آغاز شده بود. در سال 1802 مقاله‌ای به قلم توماس وجوود در مجله انجمن سلطنتی بریتانیا منتشر شد که نظریات و اصولی که شولتز عنوان کرده بود تکمیل می شد. او از نیترات نقره استفاده کرده بود. جوزف نیسفور نیپس رسماً همکاری خودش رو از سال 1829 با لوی داگر فرانسوی آغاز کرد و تمام تجربیاتش رو قبل از مرگ در اختیار داگر گذاشت، تا اینکه در سال 1837 روش تهیه عکس و فرمول ماده حساس عکاسی توسط وی اعلام شد. بی تردید لوی داگر موفقیت خودش رو مدیون کسانی است که تجربیات خودشون رو بی دریغ انتشار می دادند. در همینجا از روش فوکس تلبوت انگلیسی که در سال 1834 کاغذ حساس عکاسی رو تهیه کرد و به جای فیلم اونو در داخل دوربین گذاشت نیز باید نامی به میان می آمد. روش او شبیه به روشی بود که امروزه عکاسان دورگرد به کار می برند. در سال 1839 سر جان هرشل که یک دانشمند انگلیسی بود، از ترکیب دو کلمه لاتین یعنی فوتوس و گرافین کلمه فوتوگرافی رو برای عکاسی به کار برد که در فارسی نورنگاری ترجمه شده. همین شخص یعنی هرشل کلمات نگاتیو و پوزیتیو رو به کار گرفت و تأثیر هیپوسولفیت رو به عنوان یک ماده شیمیایی جدید برای داروهای ثبوت کشف کرد. اینها دانه های متبلور نمک های نقره هستند که به وسیله میکروسکوپ 8000 برابر بزرگ شدند. وقتی به این ذرات نور میخوره، بعد از اینکه در داخل محلول ظهور قرار میگیرند، این دانه های متبلور احیا شده و به نقره سیاه رنگ تبدیل میشن. در اولین دهه قرن 19 محققین زیادی بر روی این پدیده کار کردند و سطح ورقه های شفاف رو با مواد حساس به نور اندود نمودند. سپس از طریق یک عدسی این صفحات رو در برابر تابش نور قرار دادند، تا اینکه روش ثبت تصاویر به دست آمد. در سال 1839 یک دانشمند انگلیسی به نام سر جان هرشل این علم جدید رو فوتوگرافی نامید که در زبان لاتین به معنای ترسیم با نور است. اوائل کار بسیار سخت و دشوار بود، زیرا عکاسی به وسایل حجیم و گران قیمتی احتیاج داشت. عکاسان مجبور بودند که خودشون در محل فیلم خام رو بسازند و بعد از عکس برداری
همونجا فیلم ها رو ظاهر کنند. در سال 1888 یک نفر امریکایی به نام جورج ایستمن دوربین شماره 1 خود رو که مجهز به فیلم قابل انعطاف بود به بازار عرضه کرد. این یک تحول عمده محسوب می شد، چون عکاسان دیگه مجبور به استفاده از شیشه نبودند و می تونستند پی در پی عکس برداری کنند. حتی می تونستند مرحله چاپ و ظهور رو بعداً انجام بدند. حالا دیگه همه مردم می تونستند عکس بگیرند. جورج ایسمن برای تبلیغات فروش دوربینی که ساخته بود این عبارت مشهور رو به کار برد: شما فقط دکمه رو فشار بدید، بقیه کار با ما. مسلمه که قضیه فقط با فشار یک دکمه انجام نمی شد. دوربین های مجهزی شبیه به دوربین های عکاسان حرفه‌ای و خبرنگاران از قسمت های پیچیده‌ای تشکیل شده، یا دوربین های بسیار ساده‌ای که فیلم به شکل خشاب در داخل اونا جا می‌افته، چرخوندن دستگیره، کادربندی و فشار دکمه و بالاخره گرفتن یک عکس فوری. از همان آغاز عکاسی به خدمت علم پزشکی درآمد. در سال 1896 که اشعه ایکس کشف شد، فیلم‌های رادیولوژی به بازار آمد. همچنین از سال 1913 برای عکس برداری از دندان فیلم‌های مخصوصی ساخته شد. این تکنیک‌های فیلم برداری برای مطالعه پدیده‌هایی به کار می‌ره که به سرعت انجام می‌گیرند و چشم ما قادر به دیدن آنها نیست. این دوربین در هر ثانیه 24,000 فریم رو فیلم برداری می‌کنه. در زمینه ثبت و جمع‌آوری اطلاعات از فیلم استفاده‌های فراوانی میشه. به طور مثال کامپیوترها ابزار بسیار گران قیمت و با ارزشی برای این منظور محسوب میشن. میکروفیلم هایی که از روی نوارهای کامپیوترها به دست میان در چند ثانیه اطلاعات لازم رو در اختیار ما میگذارن و از این نظر در زمینه جا، وقت و پول صرف جویی میشه. وقتی در سینما صحبت از پول و هزینه میشه، آدم یاد فیلم های پرخرج و دستمزد ستارگان سینما میفته. قیمت این قبیل وسایل و دوربین های فیلم برداری از 10,000 پوند هم بیشتره. مکانیزم و ساختمان انواع دوربین ها اساساً با هم فرقی ندارند. همه دوربین ها از یک محفظه تاریک تشکیل شدند که نور به داخل اونها نفوذ نمی کنه. کادر به کادر فیلم خام به پشت دریچه میرسه و مقدار معینی نور وارد دوربین میشه تا تصویر نامرئی روی فیلم خام شکل بگیره. اگه این نوارهای نرم و قابل انعطاف ساخته نمیشد، اختراع دوربین فیلم برداری به انجام نمیرسید. سابقا در ساختمان نوار نرم و شفاف فیلم از نیترات سلولوز استفاده میکردند که قابلیت اشتعال زیادی داره. جایزه اسکار به سازنده استات سلولوز تعلق گرفت که امروزه تلق شفاف فیلم ها از همین ماده و یا تری استات سلولوز ساخته میشه. فیلم خامی که امروزه ساخته میشه به مراتب نسبت به فیلم های قدیمی از حساسیت، شفافیت و عمر بیشتری برخورداره. از سال 1891 در منطقه حوالی شهر لندن موسوم به هرو، یکی از کارخانجات سازنده ی فیلم خام آغاز به کار کرد که امروزه 13,000 نفر در آن کار می کنند. همه چیز از یک ساختمان کوچک شروع شد و امروزه این مجموعه در 100 ساختمان به فعالیت خودش که به طور کلی به 4 بخش تقسیم میشه ادامه میده. جایی که نوارهای شفاف تریاستات سلولوز رو تولید می کنند، بخش امونسیون سازی یعنی جایی که مواد حساس فوتوگرافیک موسوم به امولسیون رو می سازند، بخش اندود کردن یا کوتینگ کردن ماده حساس و سرانجام قسمت برش، دندان زدن و بسته‌بندی و آماده کردن فیلم برای ارائه به بازار. در یک کارخانه تولید فیلم خام، مهندسین در رشته‌های مختلف و به خصوص متخصصین علم شیمی به طور شبانه روزی به تحقیقات خودشون برای
تولید محصولات جدید ادامه میدن تا به این ترتیب در بازار رقابت ایستادگی کنن. همین امر سبب گسترش و پیشرفت کارخانجات میشه. گسترش کارخانجات به میزان عرضه و تقاضا بستگی داره. بر حال تولید فیلم خام به انرژی حرارتی زیادی هم احتیاج داره که در قسمت بخار تولید میشه. برای تأمین نیروی برق، ژنراتورها محوطه وسیعی رو اشغال میکنند. گرد و خاک و میزان رطوبت کنترل نشده لطمه زیادی میتونه وارد کنه. از این جهت میزان آلودگی، درجه حرارت و رطوبت هوای محیط اندازه‌گیری و کنترل میشه. در اتاق مرکزی کنترل نه فقط پاکیزگی هوا، بلکه موارد دیگه از قبیل چربی و روغن رو هم مشاهده میکنند. فیلترهای تصفیه هوا رو به طور مداوم از نظر مواد رادیواکتیویته موجود در محیط مورد بررسی قرار میدن. اینها تکه هایی از نوارهایی است که سالهای سال مواد حساس امونسیون رو روی اینها اندود می کنند و نوعی از اونها از پلی‌استر ساخته میشه، نوعی پلاستیک که کمتر تغییر شکل میده و به راحتی پاره نمیشه. پلیمرها از دگرگونی استرها به دست میان و استرها مخلوطی از اسید و الکل هستند. در اینجا از دی متیل تری فتالات استفاده شده که به اختصار به اون DMT میگن. DMT رو در اتیلن گلیکول حل میکنند و درجه حرارت رو به عنوان کاتالیزور بالا میبرن تا مونومر به دست بیاد. هنوز الکل متیلیک در واکنش وجود داره که باید قبل از تکمیل فعل و انفعال به کلی از معادله خارج بشه. به آرامی درجه حرارت رو بالا میبرن و پلیمر شروع به تقلیز شدن میکنه و اتیلن گلیکول از واکنش حذف میشه. وقتی عمل تقلیز ادامه پیدا میکنه، مایع مخلوط شده چسبنده و غلیظ میشه. پلیمر به دست اومده برای شکل گرفتن با فشار از داخل یک شکاف به بیرون رانده میشه تا در اثر مجاورت با هوای سرد به صورت ورقه های شفاف در بیاد. حلقه های شفافی که قراره برای اندود کردن مواد حساس مورد استفاده قرار بگیرند در حدود 8 فیت عرض و 2 تا 6000 فیت طول دارند که ضخامت آنها از 2.5 تا 7000 اینچ تفاوت میکنه. هر کدام از این حلقه های خام نزدیک به نیم تن وزن دارند. از هر کدام از حلقه ها یک تکه برای آزمایش جدا می کنند تا به کمک وسایل الکترونیکی مورد بررسی قرار بگیره. تا قسمت کنترل کیفیت اونها رو تایید نکنه، مراحل بعدی آغاز نمیشه. در ضخامت این ورقه ها تا 0.1 اینچ دقت می کنند. میزان شفافیت و وزن مخصوص این ورقه ها اندازه‌گیری میشه. به کمک دستگاه فلورسکوپ ناخالصی موجود در استات سلولوز رو تعیین میکنند. حلقه های شفاف به قسمت های مختلفی میره تا امونسیون های متفاوتی رو روی اونها اندود کنند. این ظروف حاوی موادی هستند که امولسیون از اونها ساخته میشه. اولین دسته از این مواد رو ترکیبات نقره مثل دانه های متبلور نیترات نقره تشکیل میده. نیترات نقره از حل کردن نقره خالص در اسید نیتریک خالص به دست میاد
که به این اسید نیترات هیدروژن هم میگن. گروه بعدی نمک ها هستند. اینها دانه های متبلور سفید رنگ برومور پتاسیم یا یودور پتاسیم و یا کلورور پتاسیم هستند. نمک طعام که شیمیدانان به اون کلورور سدیم میگن در همین گروه قرار میگیره. ماده بعدی ژلاتینه که از نسوج حیوانی به دست میاد و از ژلاتین خوراکی به مراتب خالص‌تره. کاری که ژلاتین انجام میده اینه که دانه های برومور نقره رو به طور یک نواخت در تمام سطح امونسیون پخش میکنه، به طوری که تعداد ذرات املاح نقره به یک نسبت مساوی پراکنده میشن. ماده بعدی آبه که میزان مصرف زیادی داره. آب آشامیدنی الزاماً ناخالصی هایی داره، ولی آبی که برای ساختن امونسیون به کار میره باید تقدیر شده باشه. محلول آمونیاک که در مرحله معینی به محلول امونسیون اضافه میشه تا حساسیت و کنتراست فیلم رو کنترل کنه. رنگ‌های ارتوکروماتیک یا پنکروماتیک رو به محلول امونسیون اضافه می‌کنند تا نسبت به طیف رنگ‌های سبز و قرمز هم حساسیت پیدا کنه. برای فیلم‌های رنگی هم ماده چسبنده خاصی به محلول اضافه می‌کنند که حاوی کاپلرهای تشکیل دهنده رنگ. آنچرا که تشریح کردیم باید در اتاق تاریک انجام بگیره. مخازن رو از آب مقطر پر می کنند و به ترتیب ژلاتین و نمک ها رو حل می کنند و درجه حرارت رو بالا می برند. سپس برومور پتاسیم رو حل کرده و چند ثانیه بعد نیترات نقره رو اضافه می کنند. سرعت این کار بر روی کنتراست تأثیر زیادی خواهد کرد. حالا اولین مرحله ساختن امونسیون کامل شده. نمونه برداری و آزمایش انجام میگیره. بلافاصله عمل سرد کردن و منجمد کردن این محلول ها آغاز میشه. نمونه ای که به اتاق کنترل برده میشه از نظر اسیدیته، پهاش و موارد دیگه مورد آزمایش قرار میگیره و با روش تیتراسیون مقدار نقره موجود در اون تعیین میشه. گاهی قبل از منجمد کردن در این مرحله مقدار بیشتری ژلاتین استریل به امونسیون اضافه می کنن. تمام مراحلی که از این به بعد انجام می گیره به وسیله کامپیوتر کنترل میشه. وقتی قسمت تولید بخواد کارهای تکمیلی رو روی فیلم خام آغاز کنه، قطعات منجمد شده امونسیون رو از سردخانه به اتاق گرمی میارن تا اونو آب کنند. در زیر نور چراغ‌های بی‌ضرر، امونسیون‌های منجمد از سردخانه به این قسمت میاد تا به قطعات کوچکتر خرد بشه. این مرحله از کار در چگونگی خواص امونسیون اهمیت داره. قطعات منجمد ذوب میشن و سپس درجه حرارت امونسیون رو تا مقدار لازم بالا میبرند و رنگ‌هایی که میزان حساسیت در فیلم‌های رنگی رو بالا میبره به امونسیون اضافه میکنن. لحظات بر چگونگی حساسیت ها تأثیر میگذاره. مرحله بعدی کشیدن این ماده حساس به روی نوارهای شفافه که به اون اندود کردن یا کوتینگ میگن. هر دستگاه اندود کننده امولسیون تقریبا 7 طبقه از ساختمان رو اشغال میکنه و قیمت اون بالغ بر 7 میلیون پونده. وقتی وارد قسمت اندود کردن ماده حساس میشیم، به اهمیت و ظرافت کاری که قبلاً فکرش رو میکردیم پی میبریم. ذرات گرد و غبار حتی به مقدار 1/10 میلیونیوم اینچ میتونه باعث خرابی فیلم ها بشه. بنابراین کلیه افراد قبل از ورود به این محوطه از نظر گرد و خاک قرنطینه میشن و فشار هوا در محوطه داخلی
همیشه بالاتر نگه داشته میشه تا گرد و غبار به بیرون بره. ابتدای حلقه های شفاف استات سلولوز به انتهای حلقه های قبلی چسبونده میشه تا به قسمت اندود کردن هدایت بشه. یک تکه نوارچسب فلزی در ابتدا و انتهای هر حلقه باعث به صدا درآوردن زنگی میشه که تعویض حلقه رو اطلاع میده. در بخش حساس کردن، متصدیان اندود کردن دستگاهی رو که ضخامت امونسیون رو کنترل میکنه تنظیم میکنند، زیرا ضخامت امونسیون از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخورداره. از طرفی سطح ورقه‌های استات سلولوز قبل از انجام عمل اندود کردن بایستی از هر گونه آلودگی به دور باشه. سرانجام خمیر امولسیون به وسیله دستگاه خودکار به طور یک دست به روی ورقه‌های شفاف فیلم کشیده میشه. وقتی عمل اندود کردن امونسیون انجام میگیره، ورقه های فیلم وارد محفظه سرد کن میشه تا خشک بشه. تمام عملیات از این مرکز کنترل میشه. کامپیوترها میزان حساسیت امونسیون رو اندازه گیری میکنند. همچنین مقدار امولسیونی که به شکل قشاع نازکی روی فیلم کشیده شده کنترل میشه. حتی به هنگام تعویض این حلقه های فیلم عمل ماشین نباید متوقف بشه. بنابراین غرغره های ذخیره بالا و پایین میرن. از هر حلقه فیلم نمونه برداری می کنند تا به اتاق آزمایش فرستاده بشه و از نظر وجود اشکالات فیزیکی مثل خط و خراش مورد توجه و دقت قرار بگیره. نمونه های دیگری رو هم به قسمت سنسیتومتری می فرستند تا پله به پله به اونها نور داده بشه و سپس مقدار سیاهی به دست اومده رو به کمک دستگاه های خودکار دنسیتومتر اندازه گیری می کنند تا منحنی مختصات اونها روی کارت های سوراخ‌دار کامپیوتر ثبت بشه. فیلم خامی که هنوز به اتاق برش نرفته در جعبه هایی شبیه به تابوت قرار می گیره که نور به داخل اون نفوذ نمی کنه. این جعبه ها رو به سردخونه میفرستند تا در زمان مناسب اگه باز هم لازم باشه قشاع دیگری روی اونها اندود کنن و یا اینکه اونها رو به اتاق برش ببرند. این قسمت با دستگاه های متعددی که داره بیش از 250 نوع فیلم خام رو به 3000 محصول تبدیل میکنه. محصولات مختلفی شبیه به فیلم های گرافیک یا رادیولوژی به شکل ورقه های معین بریده میشن. در همین قسمت ورقه های پهن فیلم به زیر دستگاه های برش رفته تا به اندازه های مختلف از سوپر 8 تا 70 میلیمتری بریده شده و ماشین های دندان زن سوراخ های کنار فیلم رو تا دقت 1000 میلیمتر
در کنار فیلم خام ایجاد کنند. آزمایشات نهایی برای کنترل کیفیت و حساسیت فیلم خام در این مرحله توسط متخصصین انجام می‌گیرد. وقتی حلقه ها، جعبه ها، کاست ها و بسته های فیلم توسط خریدار مصرف میشه، باید نسبت به کیفیت محصول اطمینان داشته باشه. این بازدید کوتاهی بود از یک کارخانه فیلم خام که در شرایط عادی و معمول یک محل ممنوعه به حساب میاد و کسی اجازه ورود به اینجا رو نداره. این کارخانه خودش رو مدیون جورج ایستمن میدونه که اولین شیمیست رو در سال 1886 برای قسمت تحقیقات استخدام کرد. امروزه تحقیقات در زمینه صنعت فیلم خام به طور شبانه روزی ادامه داره تا پدیده های جدید کشف بشه. تلاش بشر در خور تحسینه و فضانوردی یک نمونه از این کوششه. دوربین های فیلم برداری وقایع و اخبار جهان رو به کمک فیلم خام و با وضوح زیاد برای آیندگان در دل خود ثبت می کنند. با بازدید از داخل کارخانه فیلم خام آرزو داریم که روزی صاحبان صنایع و متخصصین در رشته های مختلف برای ایجاد یک چنین صنعتی که ضرورت اون تا حد داشتن پتروشیمی احساس میشه کوشش کنند. ضرورتاً به دلیل اهمیت موضوع در 6 یا 7 برنامه آینده فیلم دیگری رو از داخل کارخانه فیلم خام خواهیم دید که در نوع خودش برای علاقمندان، عکاسان و سینماگران بسیار جالب خواهد بود. خب گفتیم که به دلیل اینکه حساسیت فیلم‌های خام خیلی پایین بود، نیپس مجبور شد که 8 ساعت شاتر دوربینش یا دریچه عدسی رو برای عکس برداری از منظره‌ای که با نور خورشید روشن می‌شد باز بگذاره. در اواخر قرن 19 زمان عکس برداری کاهش یافت، ولی نه اونقدر که ما امروز تصورش رو می‌کنیم. در این ایام زمان عکس برداری حدوداً 20 دقیقه بود. یعنی وقتی می‌خواستن از یه نفر عکس بگیرن، مجبور بودن سر او رو به وسیله پنس یا گیره یا وسایلی از این قبیل که
از مقابل در داخل عدسی دوربین دیده نشه به دسته پشت صندلی یا به دیوار ببندند. و بعد برای اینکه شخص نگاهش به یه طرف باشه و مردمه که چشمش در حدقه جا به جا نشه و تکون نخوره، یک پرنده‌ای رو به شکل مجسمه در کنار یکی از طرف‌های صورت او چپ یا راست قرار می‌دادند و به او می‌گفتند که به این پرنده نگاه کن که هر وقت این پرنده پرواز کرد به ما خبر بدی. البته این بیشتر به شوخی شبیهه، ولی واقعاً این مسئله در موزه‌های عکاسی و موزه‌های سینمایی در اولین قرفه به چشم می‌خوره که روی یک میله نازک یک پرنده رو گذاشتند و در این قرفه شرح میدن که چگونه افراد رو به دسته صندلی میبستند و به اونها میگفتند که سرتون رو به مدت 20 دقیقه تکون ندین، سعی کنید که موجه نزنید و مدام به یک طرف نگاه کنید تا پس از 20 دقیقه بتونن یک عکسی رو بگیرند. اما امروزه زمان عکس برداری به 1,000,000 ثانیه کاهش پیدا کرده. حساسیت فیلم های خام و پیشرفت ابزار و ادوات عکاسی این امکان رو به ما میده. در کار سینما همونطور که در فیلم دیدید، سرعت دوربین فیلم برداری تا 24,000 فریم در ثانیه ارائه شد. اما آخرین پدیده ها نشون میده که سرعت دوربین های فیلم برداری تا 240,000 فریم در ثانیه افزایش پیدا کرده و قادر از پدیده های فیلم برداری کنه که چشم انسان هرگز قادر به دیدن اونها نیست. در ابتدا عکاسان مجبور بودن که در محل خودشون فیلم خام یا امولسیون رو بسازن و به وسیله‌ای شبیه به قلممو روی شیشه یا تلق یا صفحات براق یا مقوا و یا کاغذ بکشن و اونو در داخل دوربین بگذارن و عکس برداری کنند. نمونه های زیادی از این قبیل شیشه ها که خود عکاسان در محل اون رو آماده کردند وجود داره. نمونه هایی از این نوع تصاویر در ابعادی مثلا در اندازه 30x40 یا 50x60 فعلا در ایران در کاخ گلستان زیر نظر اداره کل بیوتات وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی نگهداری میشه که مربوط به دربار قاجاره. عکسی رو که همین الان همکنون ملاحظه میکنید عکسی است که توسط ارنست هولتزر گرفته شده. ارنست هولتزر یک مهندس آلمانی بود که در رشته تلگراف تخصص داشت. در سال 1259 یعنی 103 سال پیش او به ایران آمد و تعداد زیادی عکس گرفت که امروز در مجلات و کتب عکاسی این عکس ها چاپ شده. ارنست هولتزر در سال 1246 برای کشیدن خط تلگراف که انگلستان رو از طریق ایران به هندوستان مرتبط می کرد با دولت وقت قاجاریه قرارداد بست. 7 سال پس از اقامت در ایران با یک دختر ایرانی ازدواج کرد و تا پایان عمرش در ایران ماندگار شد و در اصفهان رحل اقامت گزید. او یک عکاس آماتور بود که ساعات فراغت از موضوعات مختلف عکاسی می کرد. یک قرن بعد نوه این عکاس پس از مرگ این عکاس جعبه ای رو که حاوی نگاتیوهای آثار پدر بزرگش بود
به آلمان برد که از چندین هزار شیشه یا چندین هزار قطعه نگاتیو عکس تجاوز میکرد. نوه این عکاس این دفینه گرانبها رو در زیرزمین خونش پنهان کرد تا در وقت مناسب به موزه های اروپایی یا آرشیو های جهان بفروشه. ناگهان لوله آب در زیرزمین خانه میترکه و تمام زیرزمین زیر آب فرو میره. بعد از اینکه صندوق ها و جعبه های نگاتیو رو با ناامیدی از زیر آب خارج میکنند، با کمال تعجب ولی با خوشحالی مشاهده میکنند که عکاس در زمان حیاتش تمام نگاتیو ها رو طوری بسته بندی کرده که آب به داخل اونها نفوذ نمیکنه. به این ترتیب نزدیک به 5000 قطعه نگاتیو از زندگی مردم اون زمان حفظ میشه. ولی متاسفانه امروز این نگاتیو ها در دست خارجی هاست. این عکاس راجع به زندگی، آداب، سنن و عقاید جامعه ایرانی خیلی مطالعه کرد و یادداشت‌های زیادی هم از او بر جای مانده. کشور ایران رو در زمان قاجاریه به یک آدم مست تشبیه می‌کنه که تلو تلو می‌خوره. وقتی دانه‌های متبلور املاح یا نمک‌های نقره مثل برومور نقره یا کلورور نقره در معرض تابش نور قرار می‌گیره، اتفاقی می‌افته که حتی با قوی‌ترین میکروسکوپ‌ها هم این تغییر حس نمیشه. به هر حال وقتی این دانه‌های نورخورده وارد محلول ظهور میشه، داروی ظهور اونها رو احیا میکنه و خودش اکسیده میشه. وقتی که این دانه‌های نورخورده در ظهور احیا میشن، به نقره سیاه رنگ تبدیل شده و از این راه تصویر منفی یا نگاتیو به دست میاد. در حقیقت کلیه امولسیون‌های رنگی، سیاه و سفید، نگاتیو، پوزیتیو و حتی فیلم‌های ریورسال از نظر اصول همگی از یک قانون تبعیت می کنند. احیا شدن املاح نقره و تبدیل این نمک ها به نقره سیاه رنگ. اگه فیلم خام و خواص اونها رو به خوبی نشناسیم، درک مبحث تروکاژ و تمهیدات سینمایی همچنین مبحث لابراتوار برای ما مشکل میشه. از همون ابتدا، یعنی در اوائل قرن بیستم، تلاش زیادی میشد تا تصویر رنگی روی پرده سینما شکل بگیره. این دوربین بایسکوپ نامیده میشه که در ابتدای قرن حاضر برای گرفتن فیلم رنگی، البته با استفاده از فیلم های پنکروماتیک سیاه و سفید، به کار میرفت. در پشت عدسی این دوربین شاتر دوگانه با فیلترهای قرمز و سبز قرار گرفته بود. مکانیزم این دوربین با دوربین‌های معمول اون زمان فرقی نمی‌کرد. منتها به جای 16 کادر 32 کادر در ثانیه فیلم برداری می‌کرد و موقع نمایش هم دستگاه با سرعت 32 کادر با همون شاتر مجهز به فیلتر سبز و قرمز کار می‌کرد که البته از نظر کیفیت رنگ تصویر به دست اومده ناقص بود. در این قسمت از برنامه دو کتاب دیگه درباره سینما برای شما در نظر گرفتیم. کتاب درباره سینما نوشته جمشید ارجمند به مباحثی میپردازه، شامل 12 مقاله که میتونه کمکی باشه به یک نوع شناخت راحت و ساده در سینما. مؤلف در هر فصل از کتاب به یک موضوع اساسی فیلم و سینما تا حد ممکن تاریخچه سینما،
پرداخته و سعی بیشتر بر این بوده تا به علاقمندان سینما که تا به حال فقط تماشاچی بودند و از کم و کیف سینما اطلاع زیادی نداشتند و شاید در ذهن خودشون نمیتونستن خیلی خوب سینما رو تحلیل و ارزیابی کنن، میتونه کمک کنه. سوژه و سناریو، کارگردانی، فیلمبرداری، مونتاژ، پشت پرده سینما، سینمای کمدی، فیلم‌های ترسناک، زبان سینما، نهضت پیشگام، نگاهی به نئورئالیسم، اکسپرسیونیسم و بالاخره نقاشی متحرک موضوعاتی است که این کتاب 166 صفحه‌ای رو تشکیل میده که از انتشارات جار. کتاب دیگه که بسیار ارزنده است و اخیراً انتشارات امیرکبیر اونو منتشر کرده، شامل فرهنگ مصور شخصیت‌ها، کشورها، فیلم‌ها و فرهنگ فنیه که تألیف بیژن خورسنده. درباره 1242 آهنگساز، تهیه کننده، طراح صحنه، طراح لباس، فیلم، فیلمبردار، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و هنرپیشه مطلب داره. همینطور فرهنگ فنی زمینه شده درباره جشنواره‌ها و جایزه‌ها، جلوه‌های مخصوص، دوربین، روش‌های نمایشی، سینمای کشورها، فیلمبرداری رنگی، کارگاه‌های فیلمسازی، گروه فنی و بالاخره نام مدارس سینمایی معتبر جهان، نوع و وسایل فیلمبرداری همراه با 540 تصویر که برای گردآوری این مجموعه زحمت بسیار زیادی کشیده شده و برای علاقمندان سینما میتونه خیلی مفید باشه. در این مبحث که پشت سر گذاشتیم، میدونستیم که در یک جلسه نمیتونیم به هیچ وجه مبحث فیلم خام رو تموم کنیم. تکنولوژی بسیار پیچیده فیلم خام به مباحث زیادی احتیاج داره. اما دونستن فیلم خام و خواص فیلم خام و طرز تهیه‌اش و انواع فیلم خام، حتی برای یک عکاس یا کسانی که فقط یک دوربین عکاسی دارند، میتونه بسیار مفید باشه و جزو اطلاعات عمومی محسوب میشه. ما بنا به ضرورت مباحثی که در برنامه‌های آینده مطرح خواهیم کرد، مجدداً به مبحث فیلم خام برخواهیم گشت و در اونجا به خواص فیلم خام و انواع فیلم خام مفصلاً خواهیم رسید. به پایان برنامه نزدیک میشیم. به اتفاق همکارانم که در این برنامه ما رو یاری دادند، ضمن خداحافظی شما رو به خدای بزرگ می سپارم.